و خبر اخیر از کشور این که توانمندسازی ژورنالیسم اقتصادی و بلند بردن مهارت های خبرنگاران اقتصادی میتواند در معرفی وضعیت اقتصادی کشور اثرگذار باشد. شمار از مسئولان اتاق تجارت و کارشناسان بخش اقتصادی میگویند با تقویت بخش ژورنالیسم اقتصادی میتوان سرمایه گذاری و تجارت مشروع را از سرمایه گذاری مافیایی در افغانستان تفکیک کرد تا از خالی کردن جیب مردم افغانستان که اقتصاد ضعیف دارند جلوگیری شود. عبدالوکیل نایبی گزارش میدهد. در کنار خبررسانی مسائل سیاسی در افغانستان، ارائه گزارش های بهتر اقتصادی به هدف تشویق و جلب سرمایه گذاری و تجارت، پوشش دستاوردهای اقتصادی و تفکیک سرمایه گذاری مشروع و سرمایه گذاری مافیایی و غیر مشروع می توانند مؤثریت خاصی در جامعه داشته باشد. شماری از مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان با ابراز نگرانی از اوجگیری تجارت و تشبثات غیرقانونی میگویند خبرنگاران با تهیه گزارش‌های تحلیلی و دقیق از وضعیت موجود اقتصادی افغانستان می توانند مردم و دستاندرکاران امور را از کسر بیلانس تجارتی در کشور آگاه سازند و همچنان از مداخلات کشورهای همسایه برای فلج‌سازی اقتصاد کشور جلوگیری کنند. باید رسانه‌ها ای هشدار به ملت افغانستان بتن به دستاندرکاران نظام اقتصادی مملکت این مسئله را گوشزد بکنن، به مقامات عالی دولت ای را بگوین و از چی طریق بگوین؟ از طریق میدیای خود باید را صادقانه بگن که ما کسر بیلانس تجارت بیش از 95% داریم و این وضعیت بسیار آسیب پذیر است و این یک فاجعه اقتصادی است. 10 سال مطبوعات ما در مقابل یورش بسیار قوی یک فرنگی که غربی ها در این انجام دادن مقاومت میکنن، با بسیار گپای ظریفانه مقاومتش میکنن. از این لحاظ ما شما را مقاومتگرا میدانم. اگر این مقاومتگرا که اساسا جمع میشه و حرکت تقویش میکنه، آرام آرام با مهارت های بسیار قوی ژورنالیستیکی و اقتصادی و با دانش اقتصادی و ما آماده شویم بسیار خوب است. انجمن اقتصادی خبرنگاران در پایان این مراسم برای جوانانی که در بخش ژورنالیسم اقتصادی آموزش دیده بودند گواهی نامه اعطا کردند و از شمار خبرنگارانی که در راستای تهیه گزارش های دقیق و مؤثر به ویژه از رویدادهای اقتصادی گزارش تهیه کردند تقدیر کرد. کشورهای بیرونی به افغانستان کمک نکنند بل در این کشور سرمایه گذاری کنند. رئیس جمهوری افغانستان بازهار این مطلب میگوید کشورش در 10 سال گذشته با همه چالش هایی که داشته است به سوی توسعه و بهبود در حرکت بوده است. در عین حال رئیس جمهور کرزی تاکید میکند تا زمانی که از تولیدات داخلی افغانستان استفاده نشود اقتصاد افغانستان رشد نخواهد کرد. همکارم مسافر قوقندی در کنفرانس با نمایشگاه تولیدات داخلی رفته بود و این گزارش را آماده کرده است. روز سه‌شنبه کنفرانس و نمایشگاه تولیدات داخلی افغانستان در خیمه لوی جرگه در کابل راه اندازی شد. در این نمایشگاه رئیس جمهور کرزی از روند رو به رشد اقتصاد افغانستان سخن زد، هرچند که چالش های در برابر آن وجود دارد. از چیزی که در 10 سال دیدیم و از چیزی که امروز دیدم الحمدلله بسیار شکر خداوند است، بدون شک که به سرعت ما پیشرفت می‌کنیم. از تولید و از ابتکار خود وطنم مشکلات داریم بدون شک، مشکلات ادامه پیدا میکنه ولی ترقی به همراهش به سرعت پیش میره. آقای کرزی میگوید برای نیرومند شدن اقتصاد افغانستان شورای عالی اقتصادی را ساخته و پیش از سال 2014 میلادی تحلیل کلی را برای بهبود این بخش خواهند داشت. رئیس جمهور افغانستان برای رشد و بلند رفتن میزان تولیدات داخلی افغانستان از مردم کشورش خواست که از تولیدات داخلی استفاده کنند. همسایه های ما خفه نشوند، از واکر دوای ما بهتر است. صنعت ما وقت ترقی میکنه که ما دوای خود بخریم، سیخ خود بخریم، دروازه خود بخریم، کوچ چبکی خود بخریم، البسواب خود بخریم. هرچند که دولت افغانستان در یک دهه اخیر میلیاردها دلار کمک کشورهای بیرونی را دریافت کرده است، اما رئیس جمهور کرزی خواستار سرمایه گذاری خارجی در افغانستان است نه کمکشان. از اینا میخواییم که مملکت ما بیان به همراه پیسای خود سرمایه گذاری کنن، کمکشان را قضاوت نداریم. ما یک لقمنان خود ما پیدا کنه میتونیم، ثابت کردیم که میتونیم. سرمایه گذاریشون خوش آمدن، سرمایه گذاری کنن، در افغانستان تولید کنن، به خودم منفعت بگیرن، مردم افغانستان هم صاحب کار میشه.
آقای کرزی در حال بر حمایت دولت از تولیدات داخلی تاکید می کند که اتحادیه صنایع افغانستان گفته است اگر واقعا چالش های فرارای صنایع داخلی برداشته شود، آنها توانایی تولید کالاهای ضروری در افغانستان را دارند. سلام بر شما بیننده های ارجمند و با تشکر از همکارانم توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب هوایی چند شهر بزرگ کشور که بر اساس درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. کابل فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 4. هرات نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 7. و مزار شریف همچنان فردا آفتابی می باشد، بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 9. جلال آباد نیز آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 12. و در اخیر قندهار نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 12 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. سپاس از همراهیتان، شبتان خوش. پیشگویی مجموعه خبر این ساعت به پایان رسید. از همراهیتان سپاس. شب بخیر. اخبار این ساعت از